بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما دانش آموزای عزیزم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و هر روز نسبت به دیروز موفق تر باشید. امروز اینجا هم در خدمت شما با حل تست های پایانی بخش یک از جزوه دهممون، ریاضی دهم انسانی بخش یکشو گفتیم، حالا میخوایم تستاشو با هم دیگه تحلیل و بررسیش کنیم. بریم که داشته باشیم. تستای خیلی خیلی قشنگ و ساده ایه، نه زیاد سخته نه زیاد آسونه. تست سخت توش دیده میشه، تست آسون توش دیده میشه. همه تستا سوالات آزمون های آزمایشی، کنکور، سنجش و جای مختلفن و از بار علمی خوبی برخوردارن. پس بریم که با همدیگه حل و بررسیشون کنیم. سوال شماره یک میگه کدام معادله درجه یک محسوب میشه؟ بچه‌ها یک کم هم میخواییم نکته رو با هم دیگه مرور کنیم. درجه چی بود؟ به بزرگترین توان هر عبارت میگفتیم درجه، درسته؟ پس باید بزرگترین توان x توی هر کدوم از این گزینه ها یک باشه. اونی که یک بود درسته، قبوله؟ بریم سراغ گزینه شماره یک. بچه گزینه شماره یک رو نگاه کنید. من توی کلاس یه نکته بهتون گفتم، اون نکته چی بود؟ گفتم 100% 100% اول مخرج رو از بین ببرید بعد برید سراغ حل مسئله. خب مخرج x داریم، پس من اگر همه رو ضرب در x کنم واسه اینکه از بین بره چی میشه؟ میشه 5 منهای x2 برابر است با x ضرب در x، میشه x2 به اضافه 1 ضرب در x میشه x، قبوله؟ خب الان عبارت از درجه چند شد؟ عبارت از درجه 2 شد، پس این غلطه. من میخواستم از درجه 1 باشه. به همین ترتیب گزینه بعدی رو دقت کنید، دوباره اینجا مخرج x داریم، درسته یا نه؟ اگر ضرب در x بشه عبارت من چی میشه؟ میشه x2 پنجم منهای x2 برابر است با x2 به اضافه 1، قبول یا نه؟ پس دوباره از درجه 2 شد، گزینه 2 هم خط میخوره. گزینه شماره 3 چی؟ آیا مخرج x داریم؟ نه، مخرج 5 داریم. اگر همه رو ضرب در 5 کنم چی دارم؟ میشه x منهای 5x برابر است با 5x به اضافه 5. آیا از درجه 2 داریم؟ نه، بزرگترین توانی که داریم درجه 1. پس بنابراین جواب صحیح من میشه گزینه شماره 3. گزینه شماره 4 هم بررسی کنیم. گزینه شماره 4 باید ضرب در چه عددی بشه؟ باید ضرب در x به اضافه 3 بشه که توی مخرج وجود داره. پس من میام کل عبارت هامو ضرب در x به اضافه 3 میکنم چون میخوام مخرج از بین ببرم. خب اگر ضرب در x به اضافه 3 کنم از اولی چی باقی میمونه؟ 5 بر روی x به اضافه 3 ضرب در x به اضافه 3. خب این x به اضافه 3 با این x به اضافه 3 ساده میشه، درسته یا نه؟ یه 5 باقی میمونه، پس میشه 5 برابر است با x به اضافه 3 ضرب در x به اضافه 3، میشه همون x به اضافه 3 به نمای 2 دیگه، درسته یا نه؟ خب x به اضافه 3 به نمای 2 اگر این اتحاد رو بازش کنیم میشه x2 به اضافه 2 6 تا 6 تا 6x به اضافه 9 مساوی است با 5. خب اینم که از درجه 2 شد، پس بنابراین گزینه 4 هم غلطه. اینم اومدیم هر چهار تا گزینه رو واسهتون بررسی کردیم. بریم سراغ مثال بعدی. سوال شماره 2، در غلکی کلن 100 تا سکه 50 تومانی و 100 تومانی وجود داره، درسته؟ پس کلن 100 تا سکه 50 تومانی و 100 تومانی وجود داره. میگه اگر مجموع پول غلک 6000 تومان باشه تعداد سکه های 100 تومانی کدوم؟ بچه ها سکه 100 تومانی، سکه 50 تومانی، میگه کلن 6000 تومان پول دارم. اگر برای مثال دارم میگم، من x تا سکه 100 تومانی داشته باشم چند تا سکه 50 تومانی دارم؟ دقت کن، x تا سکه 100 تومانی چند تا 50 تومانی دارم؟ سوال رو دقت کن یه لحظه، میگه کلن جمع 50 تومانی ها و 100 تومانی ها شده چند تا؟ 100 تا دونه، کلن 100 تا دونه سکه است. پس اگه 100 تومانی ها باشه x، درسته؟ 50 تومانی ها چی میشه؟ میشه 100 منهای x دیگه، تعداد اینجا بنویسم تعداد، قبول یا نه؟ میشه 100 منهای x دیگه، مگه غیر اینه؟ نگاه کن، یه کسی بهت میگه آقا من بذار دور برم ببینم چی هست، مثلا خودکار هستش و گل، درسته؟ خب من میگه که آقا کلن 10 تا خودکار و گل دارم، درسته؟ کلن 10 تا خودکار و گل. اگه خودکارا باشه 3 تا، گلا چند تاست؟ تو میگی 10 منهای 3 تا، درسته؟ یعنی کلن 10 تا بود، 3 تاش خودکاره، گلا چند تا؟ 10 منهای 3 تا. الان اینجا همین داره میگه، میگه کلن من 100 تاست، درسته؟ یعنی کل این دوتا سکه ها، درسته؟ دوتا که نه، سکه 50 تومانی یا 100 تومانی یا کلشون با هم دیگه 100 تاست. اگه x تا 100 تومانی باشه چند تا 50 تومانی؟ میگیم 100 منهای x. خب تعداد پیدا شد. حالا چقدر پول دارم؟ اینا چقدر پوله؟ نگاه کن، من 5 تا 100 تومانی داشته باشم میشه 500 تومان، یعنی 5 ضرب در 100. 10 تا 100 تومانی داشته باشم میشه 10 100 تا، میشه 1000 تومان، قبول یا نه؟ x تا 100 تومانی داشته باشم چقدر پول دارم؟ 100x. 50 ضرب در 100 منهای x، درسته؟ 100 منهای x
ضرب در 50 گفته جمع این پولهای من کل نگو مجموع پولهای من چقدره؟ 6000 تومان. جمع این دوتا با هم دیگه باید بشه 6000 تومان. خب مسئله ساخته شد. پس میام این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنم. 100 x به اضافه 50 ضرب در 100 این ضربه دیگه. من اول میخوام ضرب رو انجام بدم ساده بشه. 50 ضرب در 100 میشه 5000 تومان. منهای 50 ضرب در x میشه 50 x برابر است با 6000 تومان. درسته؟ خب از اینجا 100x منهای 50x میشه چند تا؟ میشه 50x برابر است با گفتیم معلوم ها یه طرف مجهول ها یه طرف دیگه. این 5000 تومان اگه بخوام ببرم اونور میشه منهای 5000 تومان 6000 تومان منهای 5000 تومان میشه 1000 تومان. درسته؟ خب این شد 1000 تومان. خب 50x شده 1000 تومان. x چند میشه؟ میشه 1000 تقسیم بر 50 یه صفر با یه صفر میره 100 تقسیم بر 5 میشه 20. پس x شده 20 تا. یعنی تعداد سکه های 100 تومانی شده 20 عدد. 20 عدد. درسته؟ خب تعداد سکه های 100 تومانی رو میخواست؟ بله. میشه چند تا؟ میشه 20 تا. اگر تعداد سکه های 50 تومانی رو میخواست چند تا میشد؟ میشد 80 تا. چرا؟ چون میشه 100 منهای 20 میشد 80 تا. اینم از سوال شماره 2. سوال بسیار بسیار ساده و قشنگ بود. از این سوال مسئله واقعا قشنگه. بریم سراغ سوال شماره 3. میگه 4 تا مستطیل هر کدام به طول 10 سانتی متر. خب این مستطیله، این مستطیله، اینم مستطیله، اینم مستطیله. خب میدونیم که مستطیل طول و عرضش یکسان نیست. گفته طولش 10ه. قبوله؟ خب اینا رو پاکش کنم. گفته طولش 10ه. روی شکلم نشون داده. مطابق شکل در کنار یک مربع قرار دادیم. خب اینم که مربع منه دیگه. درسته؟ مربع طول عرض یکسان. اگر مساحت کل شکل باشه 129. خب مساحت کل شکل بچا مساحت کل. مساحت کل شکل چیه؟ یه دونه مربع دارم 4 تا مستطیل دیگه میشه مساحت مربع به اضافه 4 ضرب در مساحت مستطیل. چرا 4 ضرب در مساحت مستطیل؟ چون مستطیل با هم دیگه برابرن. قبول یا نه؟ مستطیل با هم دیگه برابرن. یه دونهشو حساب میکنم ضرب در 4 میکنم دیگه، به جای اینکه 4 بار اینا رو با هم دیگه جمع کنم. خب حالا بریم سراغش. مساحت کل گفته چقدر؟ 129 سانتی متر. مساحت مربع گفته چقدر؟ نمیدونم. من ضلع مربع رو دارم؟ نه. پس میگیرم x. درسته؟ این اگه x باشه اینم x. قبول داری که این ضلع مربع، این ضلع مربعی که داریم همون عرض مستطیل منه؟ نکن این طول، اینم عرض دیگه. درسته یا نه؟ همون عرض مستطیل منه. پس عرض مستطیل من شده x. خب مساحت مربع چی میشه؟ یک ضلع ضرب در خودش. ضلع مربع بود x، میشه x ضرب در x به اضافه 4 ضرب در مساحت مستطیل. چجوری به دست میاد؟ طول ضرب در عرض. طول من چقدر بود؟ 10. عرض من چقدر بود؟ x. خب 4 ضرب در 10 ضرب در x تموم شد رفت. حالا میرم من این معادله رو تشکیل میدم، ضرب و تقسیمش انجام بدم. چی دارم؟ میشه 129 برابر با x ضرب در x میشه x2 به اضافه 4 ضرب در 10 میشه 40 ضرب در x میشه 40x. قبوله؟ پس بنابراین حاصل عبارت من میشه x2 به اضافه 40x منهای 129 مساوی است با چند؟ مساوی است با 0. قبول؟ مساوی است با 0. بچه‌ها حل معادله درجه 2 شاید در بخش بعدی باشه، اما این سوال واسه چی آوردم اینجا؟ میخوام از طریق اتحادها با هم دیگه حلش کنیم. بچه‌ها یه لحظه به حرف من گوش بدید، بذارید رنگم عوض کنم. میگه ضرب منفی 129 جمع مثبت 40. چه عددی میشه؟ 40 ضرب در 3، دقت کن، 40 ضرب در 3 میشه 120. پس باید همین حدودا باشه. نگون 9 تا اینور اضافه داریم، 3 3 تا میشه 9 تا. پس من میگم x به علاوه 43 x منهای 3. یکم حد زدن این دو تا عدد سخت بود، قبول دارم. میشه مثبت 43 و منفی 3 مساوی است با 0. بچه‌ها ضرب دو تا عبارت مساوی است با 0. یا اولی 0 یا دومی. درسته نه؟ پس یا x به اضافه 43 مساوی است با 0 که از اینجا x به دست میاد منفی 43، یا از اینجا x منهای 3 برابر با 0 که x به دست میاد برابر با 3. قبوله؟ x شد منهای 43، x شد 3. کدوم قابل قبوله بچه‌ها؟ طول یک مستطیل، طول یک مستطیل، عرض یک مستطیل یا طول یک مربع میتونه منفی باشه؟ اصلا تو مثلا میتونی بگی من منفی 2 متر پارچه دارم، یا مثلا طول میز من، مثلا اینجا روی میز نشستم بگم من منفی 2 متر میز دارم؟ میشه؟ اصلا نمیشه. پس بنابراین فاصله هیچ وقت منفی نمیشه. پس این اصلا غیر قابل قبوله، غلط به دست اومد. درسته؟ پس x میشه 3. یعنی طول مربع من شده 3. درسته؟ خب این مساحت کل بود. خب این شده 3، عرض این مستطیلم شده 3. چی میخواد؟ گفته مساحت مربع
مربع رو میخواد. مساحت مربع چی بود؟ یک ضرب ضرب در خودش. پس 3 ضرب در 3 میشه 9. جواب میشه گزینه شماره 3. به همین آسونی. بریم سراغ سوال بعدی. کدام عدد است که نصف آن منهای 1 برابر نصف همان عدد به علاوه 1 میباشد؟ بچه من اینجا کنارش یه چیز نوشتم، اصلاح گزینه ها. بچه گزینه هاش اشتباهه، گزینه هاشو اصلاح کنید. گزینه هاش باید تبدیل بشه به 2 6 8 و 4. اوکی، اصلاحش کنید. 2 6 8 و 4. خب حالا بریم سراغ مسئله. میگه کدام عدد است؟ خب من این عددو نمیدونم که میگیرم x، عدد x، درست اون عدد رو گرفتم x. خب میگه کدام عدد است که نصف اون، بچه ها نصف یک عدد یعنی چنی؟ x دوم دیگه، یا یک دوم ضرب در x. قبوله؟ x دوم یا همون یک دوم ضرب در x هیچ فرقی نداره، هر دو تا با هم دیگه برابره. x دوم میگه نصف آن منهای یک، منهای یک برابر است با نصف همون عدد. بچه ها نصف یعنی چی؟ یعنی نصف نکن، نصف همون عدد، یعنی x دوم تقسیم بر 2 که میشه x چهارم. قبوله یا نه؟ یعنی ربعش x چهارم به علاوه 1. خب از اینجا بریم واسه حل کردن. بچه ها اولین شرط که بهتون گفته بودم چی بود؟ گفتیم که باید مخرج ها رو از بین ببریم. خب ضرب در چند کنم مخرج از بین بره؟ یه دونه 2 دارم، یه دونه 4 دارم. ضرب در چند کنم؟ ضرب در 4 میکنم، درست یا نه؟ ضرب در 4 کنم، 4 ضرب در x دوم، 4 با 2 ساده میشه، یه دونه 2 باقی میمونه. 2 ضرب در x میشه 2x منهای 1 ضرب در 4 میشه 4 برابر است با x چهارم ضرب در 4 میشه x به اضافه 4. خب از اینجا بچه‌ها من میدونم این علامتش با این یکی ساده میشه، درسته؟ چون بر علامتشون یکسانه با هم دیگه ساده میشن. x با 2x ساده میشه، یه دونه x اینور باقی میمونه. این منهای 4 بیاد اینور علامتش عوض میشه، میشه مثبت 4. مثبت 4 مثبت 4 میشه 8. پس بنابراین عدد من به دست اومد چی؟ 8، یعنی گزینه شماره 3. حل. بریم سراغ مثال بعدی. سوال شماره 5 میگه زهرا از برادرش 10 سال بزرگتر است. خب باش، پس اگه سن زهرا، بچه دقت کنید، زهرا از برادرش چیه؟ 10 سال بزرگتره. سن زهرا، سن برادرش. خب سن برادرش اگه باشه x، سن زهرا چقدر میشه؟ بهم بگو. اگه سن برادره باشه x، سن زهرا گفته 10 سال ازش بزرگتر، پس میشه x به اضافه 10 دیگه. اگه سن من باشه 20، درسته؟ سن برادر من که از من 10 سال بزرگتره چقدر میشه؟ میشه 20 به اضافه 10، میشه 30. قبوله یا نه؟ پس بنابراین اونی که بزرگتره سنش اضافه تره، پس میشه x به اضافه 10. یا اگر تو میومدی سن زهرا رو بر فرض مثال، یه بعضی هستن اینجوری حل میکنن، سن زهرا و داداشش، درسته؟ خب سن زهرا رو میگیرن x، داداشه چقدر میشه؟ گفته این 10 سال بزرگتره، پس اون باید 10 سال کوچکتر باشه، پس داداشه میشه x منهای 10. قبوله؟ هیچ فرقی نداره، همه رو حل کنید درست، اصلا با هر روش حل کنید درست. خب بعد چی گفت؟ میگه 8 سال بعد. خب میگه 8 سال گذشت، این اکنون بود. میگه اگه 8 سال بگذره، 8 سال بعد، مثل این فیلم رفت 8 سال بعد، خب 8 سال بعد سن زهرا 2 برابر سن برادرش میشه. خب باشه، سن زهرا 8 سال بعد چقدر میشه؟ 8 سال به سنش اضافه میشه دیگه، x به اضافه 10 به اضافه 8 میشه x به اضافه 18. سن برادرش چقدر میشه؟ میشه x به اضافه 8. خب چی گفت؟ گفت 8 سال بعد سن زهرا برابر است با سن داداشش ضرب در 2. چرا؟ چون داره میگه 2 برابر سن داداششه، یعنی اگر سن داداشش رو ضرب در 2 کنم تازه میشه سن زهرا، پس 2 ضرب در سن برادرش. قبوله؟ خب اینجا سن زهرا چقدر بود توی این 8مین سال؟ میشه x به اضافه 18 برابر است با 2 ضرب در سن داداشش x به اضافه 8، درسته؟ خب یه معادله شد دیگه، حلش کنیم. x به اضافه 18 برابر 2 ضرب در x میشه 2x به اضافه 2 ضرب در 8 میشه 16. این 2x با این x ساده میشه، میشه x. این 18 هم با این 16 ساده میشه، میشه 2. پس x به دست اومد 2. قبوله؟ x شده چقدر؟ 2. حالا بریم سراغ سوال بعدی. چی از من میخواد؟ گفته سن کنونی زهرا کدام است؟ بچه‌ها سن اکنون، الان اینجا، الان سنش چقدر؟ x شده 2. 2 به اضافه 10 میشه 12. قبوله؟ میشه 12. یعنی جواب میشه گزینه شماره 1. بریم سراغ مثال بعدی. سوال شماره 6، یک کارگاه تولیدی کفش از ابتدای هفته هر روز تولید خود را دو برابر کرده است. اگر کل تولید از ابتدا تا سه‌شنبه 100 جفت از تولید چهارشنبه چقدر باشه؟ کمتر باشه. میگه 100 جفت از تولید چهارشنبه کمتر باشه، کل تولید هفته چند جفت کفش خواهد بود؟ گفته پنجشنبه و جمعه هم کارگاهشون تعطیله. خب یه لحظه بیایم اینجا بنویسیم، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، اینم چهار شنبه، درسته؟ اگر که برام مثال روز شنبه که من نمیدونم چقدر تولید کرد، میدونم نه، پس اونو میگیرم x،
خب گفته هر روز داره دو برابر میشه تولیدش، یعنی روز یکشنبه چقدر میشه؟ میشه دو برابر x میشه 2x. روز دوشنبه چقدر میشه؟ دو برابر روز قبلش، یعنی 2x ضرب داره 2 میشه 4x. درسته؟ روز سه‌شنبه چقدر میشه؟ 4x ضرب داره 2 میشه 8x. روز چهارشنبه چقدر میشه؟ 8x ضرب داره 2 میشه 16x. قبوله؟ یعنی هر روز داره دو برابر میشه. خب حالا بریم سراغ ادامش. دیگه چی گفتش به ما؟ گفت اگر کل تولید از ابتدا تا سه شنبه، کل تولیدی که روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه با هم دیگه داشت تو این چهار روز با هم دیگه 100 جفت از تولید چهار شنبه کمتر باشه. خب پس بنابراین نگاه کن، تولید چهار شنبه، درسته؟ تولید چهارشنبه، ناگهان میگه تولید چهارشنبه بیشتر از اون چهار روز بود، درسته یا نه؟ یعنی اون چهار روز رو با هم دیگه جمعش کنم، درسته یا نه؟ اون چهار روز رو با هم دیگه جمعش کنم 100 جفت باز کم داره تا بشه چهارشنبه، پس 100 تا دیگه باید بهش اضافه کنم تا بشه چهارشنبه. پس تولید شنبه تا سه شنبه به اضافه 100 جفت کفش میشه تولید چهارشنبه، قبولی یا نه؟ خب تولید چهارشنبه چقدر بود؟ 16x مگه نبود؟ خب جاش میذارم 16x. تولید شنبه تا سه شنبه چقدر بود؟ اینا با هم دیگه باید جمع بشه، x به اضافه 2x میشه 6x، 6x به اضافه 4x میشه 7x، 7x به اضافه 8x میشه 15x، پس میشه 15x به اضافه 100. اوکی، پس بنابراین 15x با 16x ساده میشه، اینور x باقی مونه، x برابر است با 100. پس تولید روز شنبه شده 100 تا، روز یک شنبه 200 تا، روز دوشنبه 400 تا، روز سه شنبه 800 تا، روز چهارشنبه هم 1600 تا. x رو جاش گذاشتم دیگه. خب چی گفته الان به من؟ گفته کل تولید هفته چقدر بود؟ کل تولید هفته، یعنی اینا همه باید با هم دیگه جمع بشه. خب تا اینجا که شده بود 15x، این آبیا رو جمع کردم، یه 16x هم بهش اضافه بشه، 15x به اضافه 16x میشه 31x. از طرفی من میدونم x 100، پس میشه 31 ضرب در 100 میشه 3100 تا، یعنی جواب میشه گزینه شماره 1 3100 تا. اینم شد سوال شماره 6. بچه‌ها یه چیزم بهتون بگم، اگر سوالی رو نفهمیدید یا چنانچه مشکلی داشتید یا هر سوال دیگه‌ای که بود، یه بار دیگه ویدیو رو ببینید، اگر باز هم مشکلی داشتید میتونید توی پی وی از من بپرسید، میتونید توی کلاس از من بپرسید، قبل کلاس، بعد کلاس، توی تماس بگیرید، هر جوری که دلتون میخواد من در خدمت شما هستم و وظیفه منه که به تک تک سوالاتون جواب بدم. پس بنابراین حتما و حتما سوالاتتون از من بپرسید. بریم سراغ سوال شماره 7. در یک کارخونه، از این مثال زیاد حل کردیم دیگه، میگه حقوق یک مهندس دو برابر یک تکنسین و دو سوم مدیره. خب پس من یه دونه مدیر دارم، یه دونه مهندس دارم، یه دونه تکنسین دارم، درسته؟ خب اگر حقوق مدیر من باشه x، حقوق مهندسه چقدره؟ نکن میگه در یک کارخونه حقوق یک مهندس، حقوق یک مهندس دو برابر یک تکنسینه و دو سوم یک مدیره، یعنی اگه مدیر بگیره x، مهندس چقدر میگیره؟ دو سوم x، درسته نه؟ دو سوم x. حالا تکنسین چقدر میگیره؟ خودش گفته حقوق مهندسه دو برابر تکنسین است، پس باید برای این که نکن حقوق مهندس دو برابر تکنسین است، پس تکنسین نصف مهندس است، قبول یا نه؟ پس فقط کافی اینو نصفش کنم، این اگر نصفش کنم میشه یک سوم x. خب حقوق تک تکشون پیدا شد. حالا چی میگه؟ میگه این تو این کارخونه میگه 5 تا مدیر داره. خب 5 تا مدیر داشته باشه، هزینه 5 تا مدیر چقدر میشه؟ میشه 5x. میگه 10 تا مهندس داره، چی بود حقوقشون بود دیگه، حقوق 10 تا مهندس چقدر میشه؟ میگه 10 ضرب در 2 سوم x، درسته؟ میشه 20 سوم x. بعد دیگه چی میگه؟ میگه 15 نفرم تکنسین داره. خب 15 ضرب در 1 سوم x، درسته؟ 15 نفر 1 سوم 1 سوم دارن میگیرن دیگه، 15 با 3 ساده میشه، میشه 5 x. خب چی میگه؟ میگه ریاست کارخونه برای این قسمت ماهانه 150 میلیون تومان حقوق پرداخت میکنه. میگه جمع همه این اعضا شده 150 میلیون تومان. خب جمعشون کنم، 5x به اضافه 5x، بذار دونه دونه بنویسم، 5x به اضافه 20 سوم x به اضافه 5x شده 150 میلیون تومان، درسته؟ خب حالا فقط کافی معادله رو حل کنم، x رو پیدا کنم دیگه. خب 5x به اضافه 5x میشه 10x، اول ضرب در 3 کنم این مخرج از بین بره، میشه 15x به اضافه این میشه 20x به اضافه 15x، 150 ضرب در 3 میشه 450، قبوله؟ خب 15 و 15 30، 30 و 20 میشه 50، 50x برابر است با 450، x میشه 450،
تقسیم بر 50. درسته 450 تقسیم بر 50 صفرش که با صفرش میره، 45 تقسیم بر 5 میشه 9. پس x شده چقدر؟ 9. حالا چی میگه؟ میگه حقوق یک تکنسین در این کارخانه ماهانه چقدره؟ خب ماهانه 1/3 x تکنسین حقوق میگرفت. x چقدر بود؟ 9. 1/3 9 یعنی 9 تقسیم بر 3، 9 تقسیم بر 3 میشه 3 تا. پس 3 میلیون این داره حقوق میگیره. جواب میشه گزینه شماره 2. به همین سادگی. سوال ساده ای بود. بریم سراغ سوال بعدی. سوال شماره 8، دوباره اصلاح گزینه داریم بچه‌ها. گزینه‌ها رو اصلاح کنید قبل از اینکه سوالو بخونم. گزینه اولو بذارید 44، گزینه دومو بذارید 60، گزینه سومو بذارید 40 و گزینه چهارمو بذارید 88. خب حالا بریم سراغ سوال. میگه شکل زیر از تعدادی مربع یکسان تشکیل شده است. اگر مساحت کل مربع باشه 44 تا. میگه مساحت کل این شکل هست 44 تا. مساحت کل این شکل میشه این ناحیه دیگه. درسته نه؟ کل این مساحت میشه چقدر؟ 44 تا. خب پاکش کنم حالا. مساحت کل مربع، محیط کل شکل کدومه؟ خب مساحت رو داده محیط رو میخواد. بچه‌ها گفته از مربع‌های یکسان تشکیل شده، یعنی تک تک مربع و مساحتشون با هم دیگه یکسانه. درسته؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا. 11 تا مربع دارم. درسته؟ 11 تا مربع که همشون مساحت‌هاشون با هم دیگه یکسانه، مساحت کل شده 44. درسته نه؟ 11 تا مربع با هم دیگه شدن 44 تا. یه دونه مربع چقدر میشه؟ پس من چجوری باید بنویسم؟ بگم 11x برابر است با 44. x چقدر میشه؟ میشه 44 11. x چه مساحت یه دونه مربع میشه 44 11 میشه 4. پس مساحت یک مربع شده چقدر؟ شده 4. قبوله؟ خب حالا چی از من میخواد؟ خب مساحت یه مربع شده 4. من اینا رو پاکش کنم بچه ها. مساحت یک مربع چجوری به دست میومد؟ یک ضلع ضرب در خودش. پس ضلع ضرب در ضلع شده 4. چه عددی ضرب در خودش میشه 4؟ 2 دیگه. پس ضلع من میشه 2. درسته؟ ضلع من میشه 2. درسته؟ یعنی یک ضلع مربع 2 سانتی متر. پس این شده 2. قبوله؟ خب حالا دقت کنید، مگه همه این مساحت‌ها با هم دیگه یکسان نیستن؟ همه این مربع‌ها با هم دیگه یکسان نیستن؟ پس تک تک این اضلاع همشون 2 هست. حالا من اینجا 2 دارم، اینجام 2، اینجام 2، اینم 2، این 2، این 2، اینا همشون 2 هست. درسته؟ درسته همشون دوان. خب چه کاری من بیام بنویسم؟ من که میدونم همشون دوان، قبوله یا نه؟ خب دیگه بیا نیاز به نوشتن نیست، میشمارم ببینم چند تا تیکه تیکه زل دارم. درسته؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تا. 20 تا زل دارم. درسته یا نه؟ خب پس 20 تا زل دارم، محیط چی میشه؟ باید تک تک اینا رو با هم دیگه جمع کنم دیگه، هر کدومشون هم 2 بودن. پس 20 تا دوتایی دارم. 20 ضرب در 2 میشه 40. پس محیط میشه 40. گزینه شماره 3 که شده بود 40. درسته یا نه؟ گزینه شماره 3. پس محیط شده بود چند؟ شده بود 40. محیط فقط کافیه دورها رو با هم دیگه جمع کنم. به همین آسونی. بریم سراغ سوال شماره 9. میگه اگر عدد 4 جواب این معادله باشه آ کدومه؟ بچه جواب معادله چی بود؟ تعریف جواب معادله چی بود؟ بهم بگید. بارکالله. درسته، جواب معادله بود عددی که اگر توی معادله میذاشتیم توی معادله صدق میکرد. یعنی اگر من 4 رو توی معادله بذارم، این باعث میشه که این دو طرف با هم دیگه برابر بشه. خب بریم سراغ 4 رو بذارم توش، جا x بذارم 4. 4/3 منهای آ برابر است با 2 منهای 4/3 منهای 3. خب اینو سادهش کنم، از اینجا 2 منهای 4 که میشه منفی 2. یه مخرج 3 دارم، ضرب در 3 میکنم. خب 4/3 ضرب در 3 میشه 4. منهای آ ضرب در 3 میشه 3a برابر است با منهای 2 بر روی 3 ضرب در 3 میشه منهای 2. منهای 3 ضرب در 3 میشه منهای 9. قبوله؟ خب ساده بود تا اینجا. از اینجا معلوم یه طرف، مجهول یه طرف دیگه. خب اینجا منهای 2 منهای 9 میشه منفی 11. بیاد اینور میشه مثبت 11. این 3a بره اونور، 3a برابر است با 4 به اضافه 11. 4 به اضافه 11 میشه 15. 15 برابر است با 3 ضرب در یه عددی. 3 ضرب در چند میشه 15؟ آ میشه 5. آ رو میخواست دیگه، آ میشه گزینه شماره 1. درسته؟ بریم سراغ سوال شماره 10. میگه 5 برابر عددی به علاوه 2. 5 برابر عددی، خب اون عدد من چنده؟ x. 5 برابر عددی به اضافه 2 برابر چی؟ مساوی 3 برابر آن عدد. 3 برابر آن عدد منهای 2 است. آن عدد کدام است؟ خب باشه حل کنیم دیگه. نوشتیم ساده، 5x با 3x ساده میشه، میشه 2x. این 2 هم بره اونور میشه منهای 2 میشه منهای 4. x میشه منهای 4 تقسیم بر 2 میشه منفی 2. یعنی جواب میشه گزینه شماره 3. به همین آسونی. چقدر سوال ساده بود.
سوال شماره 11، دوباره همون تکنسین و دوباره همون تکنیک و دوباره همون سوالات. خب این با ما تمرین واسه خودتون، دیگه خودتون حلش کنید دیگه، دیگه خیلی ساده است دیگه. این با ما تمرین برای خودتون. بریم سراغ مثال شماره 12. میگه تجزیه شده عبارت 24x4y2 منهای 16x3y3 کدام است؟ خب بچه ها دقت کنید، میخوام فاکتور بگیرم، مشخصه داره داد میزنه از من فاکتور بگیره. عبارت های یکسان خیلی زیادی توش دیده میشه، دونه به دونه میخوام فاکتور بگیرم. به حرف من گوش بده، دونه به دونه فاکتور بگیر، خیلی ساده است. نکن این 24 این 16، دو تا عدد داریم، 24 و 16 چه چیز مشترکی دارن؟ از چند میتونم فاکتور بگیرم؟ از 8 میتونم فاکتور بگیرم، غیر اینه 24 8 3 تا 16 8 2 تا، پس من از 8 فاکتور بگیرم. این 8 قبوله؟ خب اگر از x4 و x3 از چند میتونم فاکتور، این x4 این x3، از x3 میتونم فاکتور بگیرم دیگه، x3 فاکتور میگیرم. y2 y3 از چی میتونم فاکتور بگیرم؟ از y2 میتونم، اونی که کوچیک‌تره میتونم فاکتور بگیرم، از y2 فاکتور میگیرم. پس عبارتی که باید ازش فاکتور بگیرم مشخص شد، ضرب داره. حالا واسه اینکه ببینم چی باقی مونده چیکار میکردم، میگفتم 24 x4 y2 از 24 تقسیم بر 8 میشه چند؟ میشه 3، یه دونه 3 باقی مونده. x4 تقسیم بر x3 یه دونه x باقی مونده. y2 تقسیم بر y2 هیچی باقی نمونده، یه دونه 1 باقی مونده که اون 1 رو نمی‌نویسم. منهای 16 تقسیم بر 8 چی باقی مونده؟ یه دونه 2 باقی مونده. x3 تقسیم بر x3 چی باقی مونده؟ یه دونه 1 باقی مونده، 1 رو نمی‌نویسم. y3 تقسیم بر y2 یه دونه y باقی مونده. پس عبارت من چی شد؟ شد 8x3 y2 ضرب در 3x منهای 2y. ببینم توی کدوم گزینه دیده میشه؟ 8x3 y2 این x3 y3 پس یک غلطه. 8x3 y2 درسته تا اینجا، 3x2 این اشتباهه. 8x2 این اشتباهه، پس جواب میشه گزینه شماره 4، 8x3 y2 برابر است با 3x منهای 2y. به همین سادگی سوال شماره 12 هم حلش کردیم. بریم سراغ سوال شماره 13. سوال شماره 13 چی میگه؟ میگه با افزودن کدام عدد به عبارت 4x2 منهای 6x به اضافه 1/4 مربع دو جمله‌ای حاصل میشه. خب اتحاد مربع دو جمله‌ای چی بود؟ بذارید اینجا بنویسم، مربع دو جمله‌ای درسته بود آ به اضافه بی به توان 2 بود، آ 2 به اضافه 2ab به اضافه b2، یا اینکه اگر اینجا منها بود اینجا منها میشد دیگه، آ منهای b به توان 2 بود، آ 2 منهای 2ab به اضافه b2. قبوله؟ خب یعنی چی؟ یعنی عددی که من اینجا داشتم، اینجا توان 2 بود، اینجا توان 2 بود، اینجا بود چی؟ دو برابر ضرب این دو تا عدد. خب بریم اینجا بچه ها، اگر این 4x2 من توان 2ه درسته یا نه؟ خب بیا میره توان 2 جذر بگیرم چی میشه؟ این آ2 منه دیگه، درسته یا نه؟ آ2 منه، آ چی میشه؟ میشه 2x. 1/4 هم توان 2ه. بعضی ممکنه بگن خب آقای نادری 1/4 هم توان 2ه، خب 1/4 هم جذر بگی ببین چی میشه، میشه 1/2. اینجا منها میذاریم توان 2. هزار دفعه بهتون گفتم به محض اینکه اتحاد تشخیص دادید چک کنید ببینید آیا درست تشخیص دادید یا نه. خب این که توان 2، اینم توان 2، دو برابر 1/2 میشه 1، 1 ضرب در 2x میشه 2x، در حالی که اینجا 6x. پس این 1/2 رو تو اشتباه تشخیص دادی، 1/2 نیست، یه عدد دیگه است. خب اگه یه عدد دیگه است پس من چجوری تشخیص بدم؟ خودش داره میگه، بچه‌ها لازم دقت کن، خودش داره میگه، میگه یه عددی باید بهش اضافه بشه تا این بشه اتحاد، وگرنه این دیگه 1/4 نبود که، درست؟ یعنی یه عدد دیگه است جز 1/4، یه چیزی باید بهش اضافه بشه به این 1/4. خب من اینو چجوری تشخیص بدم این عدد چنده؟ قبول داری اینو اگه من بذارم مثلا علامت سوال، درسته؟ قبول داری دو برابر 2x ضرب در علامت سواله باید بشه این 6x؟ دو برابر اولی ضرب در دومی بود 6x دیگه. خب این دو ضرب در 2x میشه چقدر؟ 4x ضرب در علامت سوال برابر است با 6x. قبوله؟ خب قبول داری چون ضرب بینش این x با این x ساده میشه، ضرب دیگه، میتونید دو طرف رو با هم دیگه ساده کنیم. علامت سوال چی میشه؟ میشه 6 تقسیم بر 4 میشه چقدر؟ 3/2. قبول یا نه؟ یعنی علامت سوال من شده 3/2. خب جای علامت سوال میذارم 3/2، یعنی عدد من به دست اومد شده 3/2. حالا اتحادو بازش کن، 2x به توان 2 میشه 4x2 منهای ضرب اینا 6x به اضافه 3/2 به توان 2 میشه 9/4. یعنی اون عدد اصلیه که باید باشه، باید باشه 9/4 نه 1/4. پس به 1/4 چقدر باید اضافه کنم تا بشه 9/4؟ به 1/4 چقدر باید اضافه بشه تا بشه 9/4؟ آقا میتونی سری مثل من بگی؟ میگه 8/4 سری یا 2 سری پیدا میکنه. اگر نمیتونی بگی چیکار میکنی؟ میگه 9/4 منهای 1/4 میشه 8/4. قبول؟ یعنی 8/4 هم همون 2ه. پس به عدد 1/4 باید 2 واحد اضافه بشه تا بشه 9/4. پس باید 2 واحد اضافه بشه. جواب میشه گزینه شماره 4.
سوال بسیار بسیار قشنگی بود، سوال کنکور 1389 بود. همه این سوالاتی که داریم حل میکنیم گفتم بعضیشون شناسنامه‌شون جلوشون نوشته، بعضی نوشته نیستش و فراموش کردم بنویسم واقعا، ولی همشون سوالات بسیار بسیار مهم و سطح بالایی هستن. سوال 14 تست هوش بیشتر، سوال آزمون تیزوشان بود، آزمون ورودی تیزوشان دهم بود، آزمون ورودی نهم به دهم بود. سوال خیلی قشنگه. یه لحظه با هم دیگه نگاه کنیم. بیشتر تست هوش انگار. میگه حاصل این عبارت کدام است؟ خب 414 به توان 2 منهای 400 به توان 2 منهای 14 به توان 2. خب بچه‌ها من 414 رو اجازه دارم بنویسم 400 به اضافه 14. این 414 رو باز کردم نوشتم 400 به اضافه 14. یه توان 2 داره، توان 2 رو واسش بذارم. منهای 400 به توان 2 منهای 14 به توان 2. قبوله؟ خب بریم سراغش. اینجا این مگه اتحاد نیست؟ اولی به توان 2 بینش جمع دیگه. میشه اولی به توان 2 400 به توان 2 به اضافه 2 ضرب در 14 ضرب در 400 به اضافه 14 به توان 2 منهای این دوتا بودش دیگه، منهای 400 به توان 2 منهای 14 به توان 2. خب از اینجا میبینیم که خیلی ساده این 400 به توان 2 با این منهای 400 به توان 2 میره، این منهای 14 با این مثبت 14 به توان 2 میره. قبوله؟ فقط تنها چیزی که باقی مونده میشه 2 ضرب در 14 ضرب در 400. تمام شد رفت. اینو فقط کافیه ضربش کنم. خب اگر ضربش کنم چی میشه؟ چه عددی میشه؟ 400 ضرب در 2 میشه 800، 14 ضرب در 800. 14 ضرب در 800 10 800 تا میشه 8000 تا. 4 تا 800 تا میشه 3200. 3200 به اضافه 8000 تا میشه 11200. 11200 یعنی گزینه شماره 4. گزینه شماره 2 11200. این ضرب رو باید انجام بدید دیگه، میشه 11200 گزینه شماره 2. بریم سراغ سوال مثال سوال شماره 15. سوال شماره 15 چقدر سوال قشنگیه. میگه اگر x منهای 1x مساوی با 4 باشه حاصل x به اضافه 1x به توان 2 چقدره؟ وای چقدر این سوال کنکور بود، یعنی چند بار این سوال کنکور بود واسه بچهای ریاضی تجربی انسانی، همیشه این سوال کنکور. خیلی سوال قشنگیه. خب بریم توان 2 رو بازش کنیم دیگه. خب x به اضافه 1x به توان 2، فکر کنم توی کلاس از این سختراش هم واسهتون حل کردم. x به توان 2 میشه x2 به اضافه 2 ضرب در x ضرب در 1x. قبوله؟ ضرب همشون به اضافه دومی به توان 2، 1x به توان 2 چقدر میشه؟ میشه 1 بر روی x2. قبوله یا نه؟ خب بچه ها اینجا ضربه، یه لحظه اینجا رو دقت کنید. 2 ضرب در x ضرب در 1x. قبول داری این x با این x ساده میشه دیگه، هیچ چی نمونه، فقط یه دونه 2 باقی مونه. پس میشه x2 به اضافه 1 بر روی x2، درسته یا نه؟ x2 به اضافه 1 بر روی x2 به اضافه 2. قبوله؟ x2 به اضافه 1 بر روی x2 به اضافه 2. خب چقدر قشنگ شد، چقدر قشنگ شد. اما من از طرفی نمیدونم x2 به اضافه 1 بر روی x2 چنده، چجوری اینو پیدا کنم؟ من میدونم x منهای 1x مساوی است با 4. خب x منهای 1x مساوی است با 4، اینو به توان 2 برسونیم چی میشه؟ چرا باید به توان 2 برسونم؟ به حرف من گوش بده. من از کجا فهمیدم باید به توان 2 برسونم؟ چون من میدونم من x2 رو میخوام. اگر این x به توان 2 برسه میشه x2. من میدونم 1 بر روی x2 رو میخوام. اگر این 1x به توان 2 برسه میشه 1 بر روی x2. قبول یا نه؟ میدونم اینو. پس اینو به خاطر همین به توان 2 میرسونم. اگر توان 2 برسونم چی میشه؟ سمت چپ به توان 2 برسه میشه اتحاد. میشه x2 منهای 2 ضرب در x ضرب در 1x به اضافه 1 بر روی x2 مساوی است با 4 به توان 2، سمت راست به توان 2 16. درسته؟ خب از طرفی طبق روال معمول این x با این x ساده میشه، پس x2 به اضافه 1 بر روی x2 منهای 2 مساوی است با 16. این منهای 2 رو من از این ور پاکش میکنم میبرم اون ور، میگم به اضافه 2 16 به اضافه 2 18. پس x2 به اضافه 1 بر روی x2 چند شد؟ شد 18. پس برنامه این شد 18. 18 به اضافه 2 میشه 20. جواب میشه گزینه شماره 1. جواب میشه گزینه شماره یک. چقدر سوال قشنگیه این سوال، چقدر من این سوال دوستش دارم و چقدر قاعدتا من قطعا توی امتحاناتون اینو میارم. چقدر سوال قشنگی، حتما اینو یاد بگیرید. سوال شماره 16 دقیقاً عین مثال بالاست. دقت کن، x به اضافه 1x رو داده، x4 به اضافه x بر به توان منهای 4 میخواد. بچه‌ها x به توان منهای 4 چی بود؟ اینم راهنمایی این سوال بهتون بگم. x به توان منهای 4 چی بود؟ توان منفی پایه رو معکوس میکرد، یعنی میشه 1x به توان 4 یا همون یک بر روی x به توان 4. قبوله یا نه؟ یک بر روی x به توان 4. پس حاصل چی رو میخواد؟ حاصل x4 به اضافه یک بر روی x به توان 4 رو میخواد. ناکن دقیقاً اینه بالا دیگه، اینو داده اینو میخواد. این با ما تمرین واسه شما، تمرین واسه شما. قبوله؟ این تمرینتون انشالله توی جلسه بعدی با هم دیگه این سوال و تحلیل رو بررسی میکنیم. یادآوری کنید که من حتما اینو حلش کنم وگرنه فراموش میکنم. اوکی بریم سراغش.
سوال شماره 17 چقدر سوال قشنگیه. یکی از عامل‌های عبارت این کدام است؟ یکی از عامل‌های عبارت این کدام است؟ قبل از اینکه اینو حل کنم بریم سراغ تعریف عامل. قطعاً بهتون گفتم و باز هم میگم عامل. بچه ها یه لحظه به حرف من گوش بدید. هر وقت بتونم عددی رو از ضرب اعداد دیگه بنویسم، یعنی برای مثال من 15 رو بنویسم ضرب 5 ضرب در 3، به 5 میگم یک عامل، به 3 میگم یک عامل، درسته؟ پس بنابراین اگر من یک عبارت جبری رو مثلا x2 منهای 4 بتونم اینو بنویسم x منهای 2 ضرب در x به اضافه 2، به x منهای 2 میگیم یک عامل، به x به اضافه 2 هم میگیم یک عامل. قبول، x منهای 2 و x به اضافه 2 هر کدومشون یک عاملن. پس چی شد؟ هرگاه یک عبارتی که جمع و کم داره رو بتونم از ضرب دو تا عبارت دیگه بنویسم. اینجا رو دقت کن، همش جمع و کمه. من اگه بتونم اینو از ضرب دو تا عبارت بنویسم یا سه تا عبارت یا 10 تا عبارت بنویسم، تک تک اونا میشن یک عامل. خب بریم سراغش. چنین سوالا رو چجوری حل میکنیم بچه ها؟ با روش دستبندی، درسته؟ با روش دستبندی اینا رو حل میکنیم. یعنی چی؟ میگفتیم دوتا چیزای مشترک توشون رو میاریم چیکار میکنیم؟ فاکتور میگیریم. خب دوتای اول چه چیزی توشون مشترکه؟ این x3 داره، این x2 داره، پس از یه دونه x2 فاکتور میگیرم. دوتای اول از x2 اگه فاکتور بگیرم، از اولی چه باقی میمونه؟ میمونه 3x. از دومی چه باقی میمونه؟ منهای 2. قبوله؟ از دوتای بعدی چی فاکتور بگیرم؟ 9x منهای 6. یه لحظه به حرف من گوش بود، گوش کن. توی روش دستبندی همیشه ما جوری دستبندی میکردیم که این 3x منهای 2 اگه اینجا ایجاد شد، اینجا هم یه دونه 3x منهای 2 ایجاد بشه. قبوله؟ نه، یک کدوم از اینا اینجا ایجاد بشه. خب من چه جوری اینو دستبندی کنم یا فاکتور بگیرم 3x منهای 2 ایجاد بشه؟ خب اگر از یه دونه 3 فاکتور بگیرم 3x منهای 2 ایجاد میشه دیگه. قبوله؟ نه، من از یه دونه 3 اگه فاکتور بگیرم میشه 3x منهای 2. قبوله؟ نه، 9x تقسیم بر 3 میشه 3x، 6 تقسیم بر 2 میشه منهای 2. پس از یه دونه 3 فاکتور میگیرم میشه 3x منهای 2. قبوله؟ خب حالا این شد یه مسئله‌ای که توی جزوه‌مون بود. یادتون میاد این مسئله رو؟ گفتم خب حالا اینو چجوری فاکتور میگرفتیم؟ میگفتیم این دوتا مشترکن. وقتی که این مشترکه، از مشترک اگه فاکتور بگیرم میشه 3x منهای 2. قبوله؟ از عبارت اول چی باقی میمونه؟ من گفتم هر وقت نمیدونی چی باقی میمونه اون عبارت رو تقسیم بر چیزی که فاکتور گرفتی بکن. خب کل این عبارت تقسیم بر 3x منهای 2، این 3x منهای 2 باقی میره، یه دونه x2 باقی میمونه، درسته؟ به علاوه از این یکی چی باقی میمونه؟ یه دونه 3 باقی میمونه، به علاوه 3. پس من تونستم عبارتمو بیام چیکار کنم؟ از ضرب دو تا عبارت بنویسم، این یک، این یک. گفته کدام یک از نگاه، یکی از عامل های عبارت زیر کدام است؟ خب ببینیم کدوم توی گزینه است. خب این توان دو که اصلا نیست، 3x منهای 2، 3x منهای 2، این که 2x به اضافه 3، این 2x منهای 3، 3x منهای 2، یعنی جواب میشه گزینه شماره 3. چقدر ساده. ممکن بود اصلا x2 به اضافه 3 رو توی گزینه بیاره. هر دو تاشون یک عامل محسوب میشن، این یک عامل، اینم یک عامل، دو تا عامل داشت دیگه. قبول نه؟ بریم سراغ مثال بعدی. این عامل ها خیلی مهمه بچه‌ها. در تجزیه عبارت x منهای 2 ضرب در x به اضافه 3 به اضافه x y منهای 2 y کدام عامل موجود است؟ قبوله؟ کدام عامل موجود است؟ خب بریم سراغش. از اینجا بچه یه لحظه دقت کنید، من میخوام اینو سادهش کنم. خب این که فاکتور گرفته هست، از اول فاکتور گرفته بهم داد x منهای 2 ضرب در x به اضافه 3 دیگه، این که ساده تر نمیشه. اینو ببینم ساده تر میکنم. بچه توی روش دستبندی ما یه جوری دستبندی میکردیم، یه جوری فاکتور میگرفت دو تا چیز یکسان پیدا بشه. قبول نه؟ این x منهای 2 داره، x به اضافه 3 داره. ببینم میتونم مثلا x به اضافه 3 تشکیل اصلا 3 نداره که x به اضافه 3، اما یه دونه 2 داره، x هم داره، اینجا یه دونه منهام داره، پس من میتونم x منهای 2 تشکیل بدم. چه جوری؟ اگر از یه دونه y فاکتور بگیرم اینجا میشه x منهای 2. پس عبارت من شد x منهای 2 ضرب در x به اضافه 3 به اضافه y ضرب در x منهای 2. قبوله؟ خب حالا مساوی است. با دوباره شد مسئله بالا، اون چیزی که مشترکه کدوم؟ x منهای 2. از یه دونه x منهای 2 فاکتور میگیرم، از اولی چی باقی میمونه؟ یه دونه x به اضافه 3 باقی میمونه، میشه x به اضافه 3. از دومی چی باقی میمونه؟ یه دونه y باقی میمونه، به اضافه y. خب اینم شد یک عامل، اینم شد یک عامل. کدوم؟ هر دو تا نکن، همه گزینا ستاییه، پس ستایی باید دنبال این بگردیم. x به اضافه y به اضافه 3، x به اضافه y به اضافه 3، یعنی همون گزینه شماره 1. چقدر سوال قشنگی بود، چقدر سوال قشنگی بود بچه. دو تا سوال شبیه به هم حل کردیم، چقدر قشنگ بود. بریم سراغ مثال 19. اگر x به اضافه y مساوی با
8 باشد و x2 منهای y2 مساوی با 40 باشد، حاصل y منهای x چنده؟ خب x2 منهای y2 برابر است با 40. بچه این مگه اتحاد مزدوج نیست؟ اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. چی بنویسم؟ می نویسم x منهای y ضرب در x به علاوه y برابر است با 40. از طرفی خود سوال بهم داده اینجا دقت کن x به اضافه y گفته 8. خب جای x به اضافه y میذارم 8، خودش گفته 8 دیگه، پس من جاش عدد میذارم. بچه ها 8 ضرب در چه عددی میشه 40؟ 8 5 تا میشه 40 تا، پس x منهای y شده چند؟ 5. درسته یا نه؟ x منهای y 5. خب x منهای y رو پیدا کنم، من چی رو میخوام؟ y منهای x رو میخوام. بچه ها x منهای y شده 5. y منهای x یعنی دقت کن انگار قرینش y منهای x، نکنه این y منفی بود شد مثبت، این x مثبت بود شد منفی. یعنی چی شد؟ یعنی ضرب در منفی 1 شد. درسته یا نه؟ یعنی انگار قرینه شد. پس من میام کل اینو قرینه میکنم. قرینه کردن چجوری بود؟ ضرب در منفی 1 میکنم، این x ضرب در منفی 1 میشه منفی x، y ضرب در منفی 1 میشه مثبت y، برابر 5 ضرب در منفی 1 میشه منفی 5. پس از اینجا y منهای x برابر است با منفی 5. حاصل اینو میخواست بگه y منهای x چنده؟ میگه منفی 5، گزینه شماره 4. بعضیا میان مثل من برای این روش سریعتر حل میکنن، بعضیا هم هستن نه میان یه خورده غذاشون رو اینجوری میخورن. چجوری؟ میان میگن که خب x به اضافه y رو من داشتم بود چند؟ بود 8. اینجا x منهای y رو پیدا کردم شد چند؟ شد 5. دستگاه حل میکنم با هم دیگه جمع میکنن 2x برابر است و فلان، x پیدا میشه y پیدا میشه و از هم دیگه جمع و کم میکنن. اینم درسته، هیچ فرقی نداره، ولی این روش خیلی خیلی آسان تر بود نبود؟ بریم سراغ مثال بعدی. 20 در تجزیه عبارته 4a2 منهای b2 منهای 2b به اضافه 4a کدام عامل موجود است؟ خب دوباره ما باید دستبندیش کنیم دیگه، درست؟ یعنی هر وقت اینجوری زیاد بود دستبندی راحت ترین کاره، چون اصلا مشخص هیچ کدوم از این اتحادایی که ما خوندیم نیستش. مزدوج که دو جمله بود، قبول یا نه؟ بعد مربع که سه تا جمله داشت، این چهار تا داره، درسته؟ جمله مشترک هم سه تا داشت، این چهار تا داره. پس باید بریم سراغ دستبندی. چجوری دستبندیش کنیم؟ بچه این دو تای اول و این دو تا با هم دیگه می‌خوایم دستبندی کنیم. دو تای اول رو بکن 4 آدم منهای بی 2، 4 آدم منهای بی 2. بچه‌ها 4 تا آدم منهای بی 2 مزدوج نیست؟ آره دیگه مزدوجه. 4 آدم منهای بی 2 میتونم اینو بنویسم، از اولی جذب بگیرم 2 آ منهای بی ضرب در 2 آ به اضافه بی، قبوله؟ خب پس من میام اینو اینجوری مینویسم، میام پایین ساده شدهشو مینویسم، از اولی که شد 2 آ منهای بی ضرب در 2 آ به اضافه بی، درسته؟ خب از اینجا از این دو تا چی فاکتور بگیرم؟ بچه‌ها میخوام دو آ منهای بی یا دو آ به اضافه بی تشکیل بدم. خب چجوری تشکیل دادم؟ دو آ قراره بشه، این چهار تا آ قراره بشه دو تا آ، پس از یه دو من اگه فاکتور بگیرم درست میشه؟ نمیشه. از یه دونه دو فاکتور بگیرم چی میشه؟ بگم به اضافه دو فاکتور بگیرم. خب اگر از یه دونه دو فاکتور بگیرم از این یکی چی میاد میمونه؟ منهای دو بی تقسیم بر دو میشه منفی بی، به اضافه 4 آ تقسیم بر دو میشه 2 آ، قبوله؟ خب این دعا به اضافه، خب این میشه همون دعا منهای بی دیگه، چه کاریه دعا منهای بی؟ خب حالا دقت کن، دعا منهای بی، دعا منهای بی، دوباره همون مسئله های بالا که حل کردیم، از یه دونه دعا منهای بی میخوام فاکتور بگیرم، از اولی چی باقی میمونه؟ یه دونه دعا به اضافه بی باقی میمونه، از دومی چی باقی میمونه؟ یه دونه مثبت دو باقی میمونه، مثبت دو. خب چی از من میخواد؟ عامل هاشو میخواد، این یک عامل، اینم یک عامل، ببینیم کدومو داریم تو گزینه. دو عامل های بی که نیست، همشون سه تایه، دعا به اضافه بی به اضافه دو، دعا به اضافه بی به اضافه دو، یعنی همون گزینه شماره 1. به همین سادگی این سوال هم حلش کردیم. بریم سراغ مثال بعدی. سوال شماره 21 میگه حاصل ضرب دو عبارت رادیکال 5 به اضافه 1 به توان 2 و رادیکال 5 منهای 1 به توان 2 چقدر از جمعشون بیشتره؟ خب یه بار اینا رو ضرب کن، یه بار اینا رو جمع کن، ببین چقدر با هم دیگه اختلاف دارن دیگه. خب یه بار ضربشون کنم این دو تا رو در هم دیگه، رادیکال 5 به اضافه 1 به توان 2 و جمع ضرب در رادیکال 5 منهای 1 به توان 2. خب اگر ضرب کنیم بچه‌ها توان‌ها، دقت کن، توان‌ها یکسانه، پس پایه‌ها با هم دیگه جمع میشه، درسته؟ پایه با هم دیگه جمع میشد یا ضرب میشد؟ پایه‌ها در هم دیگه ضرب میشد، قبوله؟ پایه‌ها در هم دیگه ضرب میشه. خب رادیکال 5 به اضافه 1 ضرب در رادیکال 5 منهای 1، خب این چی میشه؟ مزدوج مگه نیست؟ اینجا مثبت، اینجا منها، مزدوج دیگه، میشه اولی به توان 2، اولی به توان رادیکال 5 به توان 2 میشه 5، منهای دومی به توان 2 1. توان‌ها یکسان بود، توانه رو می‌نویسم، پس میشه 5 منهای 1 میشه 4، 4 به نمای 2 میشه 16.
قبوله. یه بار دیگه میگم چیکار کردم. توان‌ها یکسان بود، یه توانو نوشتم، پایه‌ها رو در هم دیگه ضرب کردم. پایه‌ها زمانی که می‌خواستن در هم دیگه ضرب بشن اتحاد مزدوج بود. خب شد 4 به تمام 16. پس حاصل ضربشون شد 16. بریم سراغ حاصل جمعشون. به اضافه رادیکال 5 منهای 1 به توان. خب بچه‌ها زمانی که می‌خوام اینا رو جمع کنم باید دونه دونه اتحاد بازش کنم دیگه، اتحاد مربع. رادیکال 5 به نمای 2 چی میشه؟ میشه 5 به اضافه 2 برابر رادیکال 5 به اضافه 1 منهای بخشید به اضافه اینجا رادیکال 5 به نمای 2 5 2 برابر این میشه منهای 2 رادیکال 5 به اضافه 1. خب حالا با هم دیگه جمع کن. این 2 رادیکال 5 با این 2 رادیکال 5 ساده میشه، میمونه 5 و 1 6 5 و 1 6 6 و 6 12. خب چقدر با هم دیگه اختلاف دارن؟ 4 تا. این جواب میشه گزینه شماره 3. گفته بود این از اون چقدر بیشتره دیگه، گفت حاصل ضربشون چقدر از اون یکی بیشتره؟ 4 تا بیشتره. بریم سراغ مثال شماره 22. میگه مستطیلی دارای مساحت x2 منهای 8x به اضافه 15. خب میگه اگر عرض مستطیل بشه x منهای 5 محیطش کدومه؟ خب بچه برای اینکه محیط رو پیدا کنم نیاز دارم طولش رو پیدا کنم دیگه. قبول داری طول ضرب در عرض میشه مساحت؟ خب عرضش چقدره؟ x منهای 5. مساحتش چقدره؟ x2 منهای 8x به اضافه 15. این طول رو میخوام پیدا کنم. این که جمله مشترک شد که x منهای 5 ضرب در چه عددی میشه؟ خیلی ساده میگفتم ضرب 15 جمع منهای 5 منهای 8. این دو تا عدد رو بگو دیگه. ضرب 15 5 ستا یا منهای 5 ضرب در منهای 3. چون اینجا منفیه پس میشه منهای 5 ضرب در منهای 3، پس میشه x منهای 3. تموم شد، رفت به همین سادگی پیدا شد. اینم شد طول، این شد طول، این شد عرض. خب محیط رو میخواد، محیط چجوری به دست میاد بچه‌ها؟ محیط بود دو برابر طول به اضافه عرض. خب طول به اضافه عرض x منهای 3 به اضافه x منهای 5 2 ضرب در x با x میشه 2x، منهای 3 به اضافه منهای 5 میشه منفی 8. درسته؟ خب اینا رو در هم دیگه ضرب کنیم 2 ضرب در 2x 4x، 2 ضرب در منهای 8 میشه منهای 16، پس میشه 4x منهای 16. جواب میشه گزینه شماره 2. خیلی آسون بود نه بچه‌ها؟ بعضی وقتا انگار من سرعتم میره بالا و سریع حل میکنم مثال ها رو. خب به خاطر اینه که چون شماها نیستی توی کلاس که، و واسه همین انگار دارم واسه در و دیوار و دوربین و نور و اینا دارم صحبت میکنم، یه مقدار سخته واسم، تمرکزم از بین میره. به خاطر همین مجبور میشم واسه اینکه فکرم به جای دیگه مشغول نشه، مجبورم میام چیکار کنم؟ مجبورم میام یه مقدار سرعتمو ببرم بالا. هرچند که ما کل درسنامه رو گفتیم، الان دیگه قطعا شما تست هم حل کردین دیگه، سرعتتون رفته بالا، اینا رو کاملا درک میکنید. ولی اگر چنانچه درک نمیکنید یه بار دیگه بزنین از عقب دوباره نگاه کنید کامل متوجه بشید. یه خواهش دیگه هم ازتون دارم، لطفاً اول کامل گوش بدید ببینید من چی میگم، فهمیدید حالا استوب بزنید ویدیو رو یادداشت کنید. همزمان که دارم میگم یادداشت نکنید، چرا که هیچ متوجه نمیشید. خب بریم سراغ بعدی. سوال 23. حاصل عبارت x به اضافه 3 ضرب در x2 به اضافه 7 ضرب در x منهای 3 کدام است؟ خب این دوتا رو اول اگه با هم دیگه ضرب کنم خیلی ساده تره، نیست؟ x به اضافه 3 و x منهای 3 مزدوجه. خب مزدوج اگه ضرب کنم x به اضافه 3 ضرب در x منهای 3 چی میشه؟ میشه x2 منهای 9 ضرب در x2 به اضافه 7. خب اینم که شد جمله مشترک دیگه، این مشترکه. خب جمله مشترک چی بود؟ جمله مشترک به توان 2 یعنی x2 به توان 2 میشه x4. جمع اعداد که هستن مثبت 7 منهای 9 چم میشه؟ میشه منفی 2. منفی 2 ضرب در جمله مشترک. جمله مشترک چی بود؟ x2 به اضافه ضرب این دوتا 7 9 تا میشه چند تا؟ 7 9 تا 63 تا دیگه، درسته؟ منهای 63 اینجا میشه منفی 63، پس شد x4 منهای 2x2 منهای 63. x4 منهای 2x2 منهای 63 گزینه شماره 1. اینم از این سوال، خیلی ساده بود. سوال شماره 24. در تجزیه عبارت 25x2 به اضافه 5x منهای 12 کدام عامل موجود است؟ یه نکته بهتون گفته بودم. نکته چی بود؟ گفتم بعضی وقتا میخوایم اینو تجزیهش کنیم، این اتحاد جمله مشترکه دیگه، میخوایم تجزیهش کنیم، این عبارته خب ضریبش 1 نیست، درسته؟ ضریبش 1 نیست. گفتیم اگر مجذورش کامل بود، یعنی اون عددی که داریم مجذور کامل بود، ازش یه دونه جذر میگیریم، مینویسیم 5x ضرب در 5x، جمله مشترکه دیگه. خب این دوتا عدد رو باید تشکیل بدم. چیکار میکردم؟ میگفتم اول این عددی که اینجا دارم رو میام چیکار میکنم؟ اول یه دونه 5x ازش فاکتور میگیرم. یعنی چی؟ یعنی مینویسم 5x ضرب در چند؟ این خودش 5x دیگه، 5x تقسیم بر 5x میشه 1. خب بس 1 رو مینویسم به اضافه منهای 12، اینم شد 25x2. قبول، حالا 25x2 رو من ساده تر بنویسم، اینجوری بنویسم
5x بنمایتون. قبوله؟ خب بچه‌ها ضرب شده منفی 12 جمع شده چی؟ 1. بگید منفی 12 جمعش 1 میشه 4، مثبت 4 و منهای 3. مثبت 4 و منهای 3. گفته در تجزیه این کدام عامل موجود است؟ خب این شد، این دو تا شد دو تا عامل دیگه. 5x به اضافه 4 دیده میشه 5x منهای 4، 5x منهای 1، 5x منهای 3، 5x به اضافه 3. این نیست. 5x منهای 3 چی؟ 5x منهای 4، 5x منهای 2، 5x منهای 3. بله 5x منهای 3 دیده میشه. یعنی جواب میشه گزینه شماره 3. بریم سراغ سوال 25. در تجزیه عبارت این کدام عامل موجود است؟ اینم شبیه مثال قبلیه، تمرین برای شما، اما یه تفاوتی با مثال قبلی داره. ببینم چی کار می‌کنه. هرچند این مثالم واسهتون کامل توضیح دادم باید چی کار بکنی توی کلاس. بریم سراغ سوال شماره 26. در تجزیه عبارت x4 منهای 10 x2 به اضافه 9 کدام عامل موجود است؟ اینم که مثل قبلیه که. بذارید حلش کنیم دیگه، زیاد تمرین بهتون ندیم. خب بچه‌ها این x4 قبول یا نه؟ نکن x4 نکن، این x2 قبول یا نه؟ یعنی اون جمله مشترک من چی بود؟ گفتیم جمله مشترک به توان دو، یعنی x2 بود. پس این شد x2، اینم شد x2. نکن این x2 که اینجا اومده، من اگه از x2 فاکتور بگیرم یه دونه منهای 10 قبلش هست، پس جمعشون شده منهای 10، ضربشون شده مثبت 9. ضرب 9 جمع منهای 10. خب ضرب مثبت 9، منهای 9 منهای 1، پس میشه منهای 9 منهای 1. خب این شد ساده شده یه عبارت من. میگه کدام عامل موجود است؟ x2 منهای 9، x2 منهای 1. این دوتا رو باز میتونم ساده تر کنم، نمیتونم، این مگه مزدوج نیست؟ مینویسم x منهای 3 ضرب در x به اضافه 3. این x2 منهای 1 هم ساده میکنم، میشه x منهای 1 ضرب در x به اضافه 1. خب حالا کدوم دیده میشه؟ 4 تا عامل داریم. این دوتا هم عامل هاش هستن ها، اما باز هم اگر تجزیه کنیم این عامل ها بهترن. تا جایی که میتونیم باید تجزیه کنیم. خب x2 به اضافه 9 دیده میشه؟ اینجا هم که x2 منهای 9، نه دیده نمیشه. x2 به اضافه 3، x2 به اضافه 3، x به اضافه 3 دیده میشه. x2 به اضافه 3 نیست. x به اضافه 3 بله دیده میشه اینا. این x به اضافه 3. x منهای 9 دیده نمیشه. جواب میشه گزینه شماره 3. سوال چقدر آسونه آخه. چقدر آسونه. دیگه همه رو بهتون گفتم. هیچ نکته‌ای نیست که بهتون نگفته باشم. بریم سراغ سوال 27 کنکور سراسری سال 90. میگه در تجزیه عبارت این کدام عامل ضرب وجود ندارد؟ تا الان بود کدام وجود دارد، این یکی میگه کدام وجود ندارد. یعنی تو تجزیه میکنی سه تا از اونها توی گزینه هستن وجود داره، یکی دیگه وجود نداره. خب بریم تجزیه کردن. چجوری اینو تجزیهش کنیم؟ به نظر من این مشخصه دیگه، دستبندیه، چون خیلی زیاد شده. سه جمله ای که نیستش که، دستبندیه. چجوری دستبندی کنم؟ این آ داره، این آمن های 3 داره، این آمن های 4. این که ساده شده است، پس اینو باید سادهش کنم. از چند فاکتور بگیرم؟ از یه دونه اینجا آمن های 3 دارم، میخوام آ من های 3، من اینو میخوام تبدیل به آ بشه. همشون آ ان، درسته؟ من میخوام تبدیل به آ بشه، پس این من های 12، از یه دونه من های 12 فاکتور میگیرم که تبدیل به آ بشه. من های 12 آ تقسیم بر من های 12 میشه آ، مثبت 36 تقسیم بر من های 12 میشه من های 3. ا من های 3 تشکیل شد. خب حالا پس عبارت من چی شد؟ شد آ در آ من های 3 در آ من های 4 من های 12 ضرب در آ من های 3. خب بریم سراغش. از آمن های 3 اگه فاکتور بگیرم چی باقی میمونه؟ یه دونه آمن های 3 مینویسم. چی باقی میمونه؟ از اولی آ ضرب در آمن های 4 باقی میمونه. آ ضرب در آمن های 4 چی میشه؟ من اینجا بنویسم ساده شده شو، آ 2 من های 4 آ. ازش آ 2 من های 4 آ باقی میمونه. آ 2 من های 4 آ. از بعدی چی باقی میمونه؟ یه دونه من های 12 باقی میمونه. من های 12. خب الان بچه ها بازم میشه سادهش کرد، مگه نمیشه؟ این ساده تر میشه. چرا ساده تر میشه؟ ضرب منهای 12 جمع منهای 4، ضرب منهای 12 جمع منهای 4 میشه این آمنهای 3 که ثابته، بنویسم این یکی، ضرب منهای 12 منهای 6 و مثبت 2، منهای 6 و مثبت 2. خب حالا دیگه تجزیه شد، دیگه ساده ساده شد. میگه کدام عامل ضرب وجود ندارد؟ آمنهای 6 آیا وجود دارد؟ بله وجود دارد. اونی که گفت وجود ندارد رو بگو. خب این وجود داشت. خب آمنهای 3 وجود دارد، هیچی. آمنهای 2 وجود نداره. آمنهای 3 بود، آمنهای 6 بود، آ به اضافه 2. آ به اضافه 2 هست ولی آمنهای 2 نیست. گفت کدوم وجود نداره؟ آمنهای 2 وجود نداره. حله. بریم سراغ مثال شماره 28. میگه کدام معادله برای جمله این درست است؟ حاصل ضرب یک واحد کمتر از عددی، خب x رو بگیریم اون عدده، یک واحد کمتر از عددش، x منهای 1 از عددی در دو واحد بیشتر، خب از x به اضافه 2. اینو بچه ها ضرب کنید ببینید کدوم میشه دیگه، برابر با 12. خب اینو ضرب و تقسیم کنید ببینید کدوم گزینه میشه دیگه. حل نکنم واقعا. سوال 29. ریشه های معادله 2x منهای 1 به توان 2 مساوی است با 49. خب این دیگه خیلی ساده است بچه، من اینو چند بار واسهتون حل کردم. یک عبارت به توان 2 برابر است با 49. اینو بگیر A به توان 2 برابر است با 49. A چی میشه؟ A میشه مثبت منفی 7. یه بار 2x منهای 1 مساوی است با 7، یه بار 2x منهای 1 مساوی است با منفی 7. خب اینو حل کنید x رو پیدا کنید، جواب پیدا میشه.
سوال شماره 30 توی جزوهتون بود، میگه اگر مجموع مساحت‌های سه شکل زیر برابر 7 باشه، طول ضلع مربع سمت چپ کدام است؟ اینم بذاریم تمرینتون دیگه، این خیلی راحت شد. منم خسته شدم 30 تا مثال واقعا حل کردم، منم خسته شدم دیگه، انقدر ساده است مثال‌ها، یه مقدار مثال سختم نداشتش که حداقل حلاجی کنیم با هم دیگه، یه مقدار تر و تمیز باشه، فکر آدم درگیر بشه. مثال همه تکراری بود، همه این نکات رو بهتون گفته بودم. اینم تمرین آخرتون. 30 تا مثال بود، 30 تا مثال با هم دیگه حل کردیم. این 3-4 تا تمرین بهتون دادم. این 3-4 تا تمرین رو حل کنید، هر جا مشکل داشتید ازم بپرسید، بهتون حتما کمک می‌کنم و جواب درست رو بهتون میگم. این از این تست تموم شد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، بیشتر از این خستتون نمیکنم، میدونم حجم ویدیو زیاد میشه و نمیخوام خسته بشید. امیدوارم که دلتون شاد بشه و لبتون خندون. بدرود.